مسئولین چرا میتونن در ترویج پوشش فرهنگی اسلامی نقش داشته باشن؟ مسئولین با از طریق اطلاع رسانه در رسانه ها صدا و سیما اینا میتونن تحت زیادی تاثیر داشته باشن. وظیفه خانواده ها، وظیفه اجتماع، وظیفه مسئولین در این زمینه چیه؟ خب اول اینکه من چون در مدرسه هستم فکر میکنم که مدرسه و خانواده دست به دست هم باید بدن در این زمینه و با هماهنگی همدیگه باشن. من یه حرفی نزنم و خانواده یه حرف دیگری نزنه که بیشترین ضربه هایی که ما داریم الان میبینیم از این موضوعه، از اختلاف نظرها. بله، یعنی خانواده الگوی هر دانش آموزه یا هر بچه ایه و الگو پذیرشون از خانواده شروع میشه. وقتی که خود خانواده نتونه اون الگوی خوب رو به بچه های خودش نده، خب منی که تو دبیرستان هستم هر چقدرم داد بزنم آیا میتونم تغییراتی در شیجاب بکنم؟ مسلما نه. این ارتباط چطور باید برقرار بشه؟ البته الان که خیلی روش کار میشه، به خاطر اینکه الان آموزش خانواده الان داریم که برنامه ریزی کلی ما انجام دادیم، انجمن اولیا رو داریم خیلی قوی میکنیم و خانواده ها رو دعوت میکنیم، باشون صحبت میکنیم و شناخت کافی بهشون میدیم، چون میدونیم که الان سطح سواد یک مقداری نسبت به سالهای قبل بالاتر اومده و درجه پذیرش خانواده ها یک مقداری بهتره و ما فقط از این راه میتونیم به هدفی که داریم برسیم. خلاصه این بچهای ما، دخترای ما، پسرای ما که بی‌حجاب میان تو جامعه، باید با اینا چه کار کرد؟ اول باید اینا رو دوست بداریم، یعنی بگیم اینا جز خودمان، از خودمان، اینا عزیزان من، اینا گلای وجودی جامعه ما و سرمایه های جامعه هم. باید در اینا فکر اساسی کرد، یعنی باید همه جامعه بسیج بشه برای کمک اینا. پدر و مادر نقششون برای اینکه بتونن به بچه‌هاشون منتقل بکنن که بچه‌ها حجاب یعنی این. این مومین دختران بزرگ میشن و وقتی بهشون میگیم که شما چرا بی حجاب شدید، یه حرف میزنن، میگه بچگی به ما گفتن که فقط مثلا ماتو بپوشون به خاطر اینکه این نپوشونی خدا از این کار بدش میاد. آیا واقعا استدلال پدر و مادر برای بچه ها در حجاب همینه؟ این همه ما کتاب داریم در باب حجاب، این همه ما کتاب داریم در باب نگاه زیبا به حجاب که پوشش و حجاب چه جایگاه بالایی داره. خب اینا رو برای بچه‌هامون بگیم. کلمه حجاب یه کلمه به شدت خسته کننده شده، چون از بچگی حتما شنیدن مدام گفتن خانم حجاب تو، خانم حجاب تو. بابا شما هر چی رو اینقدر با آدم بگی کم کم آدم خسته میشه، ملول میشه. الان ما یه نسلی داریم که دین به دلیل تازگیش جذبه نداره. من فقط فکر کنم زیاد پیله کردم به بچه ها آدم ها و خودمونم همینجور زیاد دادم به بچه ها بگه این کار رو نکن، باید نگفت نکن، باید بگه چرا باید نکرد. خب نقش پدر و مادر تو این دختر و پسرهایی که ما تو جامعه شاید اونها رو مثلا حقیرانه نگاه بکنیم، نقش برادرها اینا چقدر داداشا میتونن با اخلاق خوبشون، با رفتار خوبشون خواهرشون به سمت حجاب بیارن. یکی از بدرفتاریایی که عموماً ما مؤمنین متدینان انجام میدیم نوع برخوردمون با خواهرامونه. برادری فقط غیرت و تعصب و عربده کشیدن و سیبیل کلوف کردن و تهدید کردن که خواهر اگه یه مد بیرون میفته ما تو میکنم، اگه دست به تلفن بزنی دست تو میشکنم، حق نداری پاتو از خونه بگذاری بیرون. خب این حرفا گیریم که درست؟ آیا خواهر شما یک انسان نیست؟ آیا نباید با او رفاقت کنی؟ آیا دین فقط همین بخش غیرتش بود؟ این همه با رفیقات بری مسافرت، با خواهرت برو، این همه با رفیقات بری میگردی، یه بارم با خواهرت برو بگرد، او رو بمونه یک رفیق انتخاب کن، او در کنار تو دین رو بفهمه، او در کنار تو ارزش حجاب رو بفهمه. لزومی نداره که ما بخوایم یه زن اینجوری در پوشش شدید فرو ببریم، چون وقتی که این موضوع پیش میادش که آزادی گرفته میشه به نظر من خیلی مسائل جانبی دیگه داره که نمیشه اصلا روی امر پوشش دیگه حسابی بکنیم، به خصوص که الان مثلا اگر یه خانومی کوچکترین آزادی که پیدا میکنه شاید اصلا نخواد اون لباسی رو که مناسبش الان بپوشه، ولی رو اصل این که بهش تحمیل شده تا آزاد میشه فوری اون رو در میاره، چادرش رو در میاره، مانتوش رو در میاره و میخواد برای چند دقیقه هم شده راحت بشه، ولی اگر شاید این اجبار نبود اصلا خانوما این کارو نمیکردن، همونجوری که دوست داشتن و خیلی هم پوشیده بیرون می اومدن. ولی ما همیشه میایم ظاهر رو نگاه میکنیم، میگیم ظاهر باید پوشیده باشه، ولی چرا به باطن اصلا نگاه نمیکنن؟ یه بخش دیگه از این قصه
به دوش مسئولین نخواهن. رسانه ملی ما صدا و سیما نقش اساسی داره. واقعا صبح تا شب دخترهای ما تو جامعه چقدر زنهای محجبه و با پوشش تو صدا و سیما میبینن. الگوهاشون رو بچه ها کجا باید بگیرن؟ فقط از اینه که یک بخش عظیمش به وسیله رسانه ملی ما داره به اونا تزریق میشه و تفهیم میشه. اساتید دانشگاه، مدیران دبیرستان ها، اینا نقش اساسی دارن. طلاب، حوزه ها در این قصه نقش اساسی دارن. اما تک تک ما، من اعتقادم اینه، یک جمله اگه بگم، اگر میگیم در جامعه بیماری و گرفتاری هست، اگر میگیم در جامعه دخترامون و پسرهامون که خودشون نمیدونن چرا بی‌حجاب شدن، اما بی‌حجاب شدن اینا مشق مونده شبهای ما. ما باید کار کنیم، باید زحمت بکشیم، باید اول روح اونها رو تربیت کنیم. بزرگترها میگفتن جوانا دو تا سرمایه دارن، یکی مغزشونه، یکی دلشونه. اگر میخوای مغزشون رو عوض کنی، اول دلشونو به دست بیار. ما اول باید دل این بچه ها رو به دست بیاریم، به سمت دین، به سمت مکتب، به سمت ارزش ها متمایل کنیم. ولی فقط برخورد فیزیکی ممکنه آثار کوتاه مدت داشته باشه، بعد جای دیگر رو ما تخریب بکنیم. اینه که باید به اینها ارزش حجاب رو و جایگاه حجاب رو به اشکال مختلف با هنرهای امروز به اینها بتونیم نشون بدیم و اینها رو علاقمند کنیم به ارزشهایی که خدا بهشون هدیه داده. ما مواجه شدیم با بدرفتاری آدم مذهبی ها. الان یکی از معضلات ما بدرفتاری، من سالها تو دانشگاه ها هستم، یه دفعه میبینین یه دانشجوی دیگه همه داره میزنه جلو در مثلا رفتارهای آزاد، حالا من اسم بد و خوب روش نمیگذارم، میگم آقا اینو بررسی کنیم ببینید این کیه. میگم باش صحبت میکنم، بچه فلان سردار شهیده. یعنی با بدترین وضع حجابی میگرده که من الان اسم اونو ببرم همه تون میشنست. آقا میشه؟ بله. گریه میکنه، میگه من خسته شدم دیگه، هر کی به من میرسه میگه که تو بچه فلانی هستی، میدونی چجوری باید باشی، با پوشیه دیگه باید راه بری. همین حالشو به هم زده.